من اینجا دو تا دونه فن دارم که یکی فن دو تا رشته سیم داره و یکی از فنهای من سه تا رشته سیم داره. ببینید دوستان، این فن مال یه سی پی یو مادربرد قدیمی بوده. این یکی که دو تا رشته سیم داره که قاعدتا این مثبت و منفیه. اینم مثبت و منفی باید داشته باشه که میشه دو تا از رشته سیم‌ها. این سیم سوم به چه کار ما میاد؟ چه جوری میشه از اون استفاده کرد؟ بریم تو ادامه اینو با هم دیگه بررسی کنیم. سلام به یسکتی عزیز، وقتتون بخیر. محمد علی دشتی هستم با یه ویدیو دیگه از کانال یسکت. ببینید دوستان، من این فن یه فن دیسی معمولی بوده که دو تا رشته سیم داره. این دو تا رشته سیم یه قرمز و مشکی داره که این مثبت و منفیه و زمانی که من اینو وصل میکنم این فن شروع میکنه به گردش. خب فعلا اینو میذاریم کنار. اما این یکی فن یه مادربرد قدیمی بود که فن سی پی یو اون بوده. من اینو جدا کردم. روی اون نوشته 12 ولت، سه تا رشته سیم داره. این سه تا رشته سیم قاعدتا باید یکی از اون مثبت و منفی 12 ولت باشه و سیم سومو الان میخوام با هم دیگه بررسی کنیم. 12 ولت ها بهش وصل میکنم، یعنی اینا 12 ولت دی سی میدم که داره میچرخه و حالا سبز رو به 12 ولت وصل میکنم، هیچ اتفاقی نمیفته. به زمینه که وصل میکنم هیچ اتفاقی نمیفته. حالا میخوام اینو به یه دونه اسیلوسکوپ وصل کنم و ببینم زمانی که فن داره روشن میشه این سیم سوم سیگنال به ما میده یا نمیده. این که فن من، اینا پراپ اسکوپ منه که میام سیم مشکی که برای منفی بود منفی اسکوپمو وصل میکنم و منفی تغذیه هم وصل میکنم. سیم بعدی من زرده است. حالا یه خود صدای فنم توی یه ویدیو میاد، شالا زیاد اذیت کننده نباشه. حالا این سیم سبز رو من وصل میکنم به اسکوپ. ببینه رو اسکوپ چی نشون میده به؟ ببینه یک سری مثل پالس ماند هست. من حالا کاری که انجام میدم اینا برعکسش میکنم. دست ها میذارم روی فن تا وایس. ببینید وقتی وایسید این پالس هم وای میسه. وقتی یکم فشار دست ها برمیدارم که آروم به چرخه، این پالس خودش نشون میده. خب ولی این پالس درست نیست. من میخوام کار دیگه انجام بدم. برقش رو قطع میکنم، میامو به این سیمه یه دونه مقاومت وصل میکنم، مقاومت 1 کیلو اوم. بعد اون طرفش رو میدم به منفی. ببینا چه اتفاقی میاد. حالا دوباره برق رو وصل میکنم. اینا رو اسیلوسکوپ قبلا یه پالس می اومد ولی الان اصلا نمیاد. میخوام یه کار دیگه کنم. شاید اوپن کلکتور باشه خروجی من. خب میام این مقاومتی که به سیم سبز قبلا وصل کرده بودم، این دفعه اون سرش رو میدم به ورودی 12 ولت. این طرفش رفته به سیم سبز، این طرفش رفته به 12 ولت. حالا اینم 12 ولت رو وصل میکنم و حالا اینو میذارم اینجا و حالا خروجی میبینم. میبینید چه پالس مربعیه، خیلی تمیزی هم داده. حالا من میاد توی این گوشه میگم که آقا فرکانسش رو به من نشون بده. الان فرکانس این بین 96 تا 97 هرسه. من آروم دستم میارم روی فن که سرعتش رو کم کنم. این بچه ها فرکانس داره کم میشه، من دستم بیشتر فشار میدم، هی فرکانس میاد پایین. الان که وایسی فرکانس قطع میشه. حالا یه کار دیگه میکنم، میزنم که دیوتی سایکل هم بهم نشون بده. ببینید دیوتی سایکلش هم فرق میکنه، فرکانس کم میشه ولی دیوتی سایکل فرق نمیکنه. پس خروجی این سیم میاد دور را به من نشون میده. حالا به چه کار من میاد؟ اگر که فن به هر دلیلی کثیف بشه، خراب بشه، دور اون بیاد پایین، بفهمم فن من الان با چه سرعتی داره میچرخه. اون بالا پالس مربعی هم ببینید بچه ها بزرگ میشه چون فرکانس داره میاد پایین. اینا با مولتی متر میخوام تست بزنم. میذارم روی اینجا نوشته هرتز برای اندازه گیری فرکانس. یه سر مولتی متر که مشیه میدم به منفی و اون سر رو میدم به سیم سبزه که با مقاومت پولاپ شده، یعنی اینجوری. من الان مولتی مترمو بس کنم به این خروجی فنه. ببینید الان فرکانسی که داره به من نشون میده 97 هرتز. من آروم دستم میاد روی فن و فشار میدم که دور اون بیاد پایین. این بچه ها فرکانس داره کم میشه. هرچی فن رو بیشتر فشار دادم که سرعت اون بیاد پایین تر، فرکانس میاد پایین. تا الان رسید به 10 هرتز و الان وایسی. پس بچه ها به وسیله این میشه شما به راحتی دور فن ها که با RPM مشخص میکنم بفهمید. RPM یعنی تعداد دور بر دقیقه. یه چیز دیگه میخوام تست بزنی با هم دیگه بچه ها. ببینی شما
من یه دونه فن دیگه اینجا دارم که یکی از پرهای اون شکسته. پرهایی که شکسته را ما میتونیم به وسیله سیمه متوجه بشیم یا نه؟ اصلا ببینیم تأثیری داره؟ خب پرخ عوض کنم. الان این یکی فن رو میبینید که بچه ها حدودا 81 هرسه. خب یکی از پرهای اون الان شکسته. من میام پره دیگه از اون رو میشکنم. خیلی کار سختیه. ولی حالا اینم شکستم فدای یه تار موی شما. خب دوباره دیدین بچه ها فرکانس اومد پایین تر و داره دست منم خیلی میلرزه. پس شکستن پره ما میتونیم متوجه بشیم. پس اگر پرهای اون فندم شکست، از روی اون تعداد دوری که داره اونو میچرخونه ما میتونیم اینا متوجه بشیم. بچه ها میدونه این فند داخل خودش چی داره که داره سرعت ها به ما نشون میده؟ من اینو اگر برای شما الان باز کنم، بچه ها فندم قاب دورش هم شکستم، بولبولینگش الان آزاد شده. چیزی که هست اینجا میبینی بچه ها چهار تا جا داره. ما فنایی هم داریم که چهار سیمه هستن. من یاد اون فنایی افتاد که فنای سی پی یو هستن که چهار تا سیم دارن، که یه ویدیو دیگه برای اون آماده میکنیم که این سیم سوم ما الان فهمیدیم برای تشخیص میزان دور موتور، اون سیم چهارم تو اون نمونه ها چه کار انجام میده. خب من این فنا آزاد کنم، این داخل فنه که اینو میذارم کنار، این نمایه داخلی فن. بچه ها اینجا رو اگر شما نگاه کنی اینجا یه قطعه مشکی رنگ داره. این میدین چیه بچه ها؟ سنسور اثر حاله. سنسور اثر حاله من توی ویدیو دیگه گفتم که الان لینکش بالا میاد و انتهای ویدیو هم لینک اونا میذارم که ببینین سنسور اثر حال چجوریه. این سنسور اثر حال به وسیله میدان مغناطیسی که اینجا هست، این آهنربا وقتی داره میچرخه میتونه اون قطب آهنربا رو تشخیص بده و بگه چند بار در دقیقه اون آهنربا جلوی اون سنسور رد شده. خب بچه ها بس اوپن کلکتر رو بهتون بگم خیلی ساده. ببینید بچه ما یکی اینجا ترانزیستور داریم، اینم بیس، این بیس، این کلکتر، این امیتر. اگر که من اینجا یه دونه مقابله بس کنم و اینو بدم به VCC، زمانی که من اینجا بیس ها وصل میکنم، یعنی بیس ها یک میدم، این کلکتور به امیتر وصل میشه. یعنی حالت عادی اینجا اوت، من حالت عادی مینویسم عادی، این چیه؟ پول آپ شده. بحث پول آپ هم بهتون گفتم که حالا اگر که ندیدین تو ویدیو قبلی لینکش هم میذارم آخره همین ویدیو ببینید. این پول آپ که شده میشه خروجی من اینجا حدود VCC، یعنی اینجا زمانی که بیس من چی باشه بچه ها؟ بیس 0 ولت باشه. حالا اگر من بیس ها اینجا یک بدم، بیس ها یک بدم، این خروجی من میشه 0 ولت. چرا؟ چون کلکتور به امیتر وصل میشه. حالا این سیمه رو میبینید شما، این سیم سبز این بود که این مقاومت نداشت، یعنی اینجا فقط کلکتور اومده و بیرون. من اومدم یه دونه مقاومت وصل کردم به VCC که بتونم اون خروجی پالسه را ببینم. خب دوستان بیشتر از این دیگه ویدیو طولانی نمی کنم، توی ویدیو دیگه در مورد فنای چهار سیمه برای شما صحبت میکنه که اون سیم چهارم چیه و به چه کار ما میاد که داخل مادر بورد استفاده میشه. اگر دوست داشتین لایک کن، سابسکرایب کن و نظر خوشگلتن برام بنویس. اگر نقطه مبهمی چیزی بود بگین که من براتون توضیح بدم. موفق و پیروز باشین. یا علی.